خب ما رسیدیم به کاروانسرای ینگما که بهتون نشون میدم و قلعه ینگما که این میشه قلعه و پشت سر من میشه کاروانسرا. حجرا می‌بینیم یه حجرا این شکلی هست. خب این در ورودیه. این حجرا برای کسایی بوده که چون اینجا شب در بسته میشه. برای کسایی بوده که شب یا نصف شب می‌رسیدن. اینجا سرعت کردن صبح می‌اومدن داخل. بعد این دارو که این دالانه واقعی بوده بارنداز و شتاب‌خانه. که اینجا می‌اومدن شوتاباشون میذاشتن و باراشون رو باراشون خالی میکردن. بله این قسمت فرورفی ملازم کنید یه حالت شومیده بانه هسته. بعد هواکش داشته اینجا روکره های رئیس کار رو میشه اینجا نشستن موازم بارا بودن. یه دفعه طبیعشون بوده که گرم باشه. اینجا ما دوران صفویه بوده؟ تو استان البرز دو تا از این کاروانسرا وجود داره. یکی شاه‌عباسی، یکم که کاروانسرای شاه‌عباسی شاه‌عباسی بازدید نداره تو ایام کاروانسرای شاه‌عباسی نمیدونم بعد بپرسم. ولی ایام دیگه بازه. من رفتم کاربرش اونجا عوض شده دیگه. آره کاربرش عوض شده. خدمت شما عرض کنم که اینم که سال گذشته سال 1402 ثبت جهانی شد. همراه 52 تا از کاروانسرای دیگه. بعد خدمت شما دیگه عرض کنم که همونطور که گفتم خدمت شما دوران صفویه سه تا اوج داشته این کاروانسرا. یکیش زمان صفویه بود، اول دوران صفوی زمان شاه سلیمان صفوی و اواخر صفوی اینجا به قول معروف دیگه رونق خودش از دست میده. از دست میده تا زمان قاجار. زمان قاجار دوباره اینجا رونق میگیره. حالا به شکلی که حالا تشکل بیاریم من اینجا براتون توضیح بدم. اینجا تبدیل به یه مهمونسرا میشه قسمت شمالیش. بعد مثلا مبله میشه، دیوارهاشو مثلا سفید میکنن. بعد جلوی این کاروانسرا یه باقی میسازن، حوض و فلان. در زمان قاجار کاربریش به این شکل میشه. بله خیلی هم بزرگ بوده. بله خیلی. اون قضیه قلعه چیه؟ پشت بیرون یه قلعه هست. اون تپه باستانیه. اون یه تپه باستانیه که بر اساس کاوشایی که کردن دیدن که مال اقوام کوچرو بوده. بعد به یه کانالی هم رسیدن باستانشناسی که برای اون کانالا مخصوص تهیه شیره انگور بوده. چون میگم که چون اقوام کوچرو بودن زیاد نتونن چیز خاصی پیدا کنن. بله. اومدن و میرفتن که گذری بود. حیات مرکزیه. کاروانسرای چهار ایوانه هستش. بله. مدل مختلف کاروانسرا داره. این چهار ایوانه است. قسمت شمالی اون تاقی که وجود داره اصالت صفویه خودش رو حفظ کرده. بله. اسم شاه تاق شاه بوزیه. این قسمت غربم این تاقی که ملاحظه میکنید مال زمان قاجاره که گهواریه با این اون زمان این تاقا مد میشه این دوتا. اینا همه نشوندنده اینه که خب این زمان قاجار اینجا رو رونق داشته. تو متون تاریخی قاجار اومده که دوتا پادشاه زمان قاجار یکی ناصرالدین شاه یکی هم مظفرالدین شاه از اینجا یه چند روز اقامت داشتن. مظفرالدین شاه زمانی که میخواست سفر فرهنگش رو انجام بده یه چند روز اینجا اقامت داشته. بعد هم باز دوباره تو تاریخ اومده که زمان مظفرالدین شاه سفیر ژاپن به اسم مادوسا همچین چیزی
تو سفرنامهش می‌نویسه که من اومدم اینجا یه کاروانسرایی بوده به اسم ینگ امام و تا حالا مکان زیباتر از این مکان ندیدم. یعنی از همون موقع اسمش ینگ امام بوده؟ ببین اینجا یه روستایی وجود داره. خب بعد دوتا امامزاده میان اینجا. خب میان اینجا به اسم هادی و علی النقی. بعد ینگ یا همون ینگ یا ینگ فرق نمیکنه، به زمان ترک ساوج بلاقی یعنی نو تازه. بعد چون اونجا مثلا این دوتا امام اونجا به تازگی دفن میشن، اسم روستا میشه ینگ امام و اسم اینجا رو از اونجا وام گرفتن. بعد اینم بعد از کاوش های باستان شناسی اینجا یه میرسن به این آبانبار. آبانباری بوده که این وسط تعبیه میکنن به وسیله اتصالاتی که وجود داشت، حالا از طریق قناتی، رودخونهی، آب بارون اینجا ذخیره میشه. بعد بازم بررسی که انجام دادن دیدن که پیای این ساختمون از نوع پیوسته است. خب به خاطر همین این کاروانسرا تا الان بعد از 200 سال که رها شده بوده هنوز بابرجاست. بعد اون گنبد هم که وجود داره چهار طرف از نوع گنبد کولومبو هست به خاطر اون حالت پهنی که داره، بالاش هم حالت نورگیر داره برای جابجایی هوا و ورود نور در طی روز. بعد خدمت شما عرض کنم این قسمتش که من براتون توضیح دادم مهمون خونه بوده، متاسفانه بر اساس حریق آتش سوزی از بین میره و ما این تاقو متاسفانه از دست میدیم تو آتش سوزی. اینجا هم پله داره که خیلی آره خیلی اولیه. از این بر نگاه کن ببینید آره خیلی شیب داره، مثل همون جایی که رفتم خیلی شیب تو میداره. ولی حالا ما بریم ببینیم، ما میخوایی تو نیا من خودم میرم. یا خدا چجوری از این پله ها میرفتن این اومد پله ها بریم بالا ببینیم که اون بالا چه خبره؟ کافی زارم پله هاش لیز حالا. انشالله که یا خدا واو وای خدا حیف بود از این بالا ویرو نمی گرفتم. یه دقیقه ویو رو بگیرم و بریم. خب این هم اون قلعه تاریخیشونه که اون اول خانم توضیح داد. خب دیگه بریم پایین، یه عکس از این بالا من بگیرم و بعد بریم پایین. آقا بریم پایین. اینجا باید مراقب سرتونم باشید که نخورید. نه ولی واقعا جای جالبیه، مخصوصا خاطر این که پلاش قابل این قابلیت اینو داره که بتونیم ازش بریم بالا، چون که حالا اکثر جاهای تاریخی نمیذارن ما بریم مثلا تو قسمت سقف یا از پله هاش بریم بالا. اینجا به خاطر اینکه حالا من تونستم برم بالا خیلی برم جالب بود. خب من یه نمای کلی از کاروانسرا رو بهتون نشون بدم.
این زاویه هم بهتون نشون بدم. کاروانسرا رو دیدیم و الانم داریم میریم سمت این قلعه باستانیشون. ببینیم که اون راهی که مردم رفتن، فکر کنم حالا احتمالا از اون رمپ رفتن و حالا دیگه بریم ببینیم چه جوریه. بله اینجوری هم میتونید پایین بیایید با مخ، فقط حواظتون باشه که نه این پایین خیلی شیب داره. من چون که ترس از ارتفاع دارم فکر نکنم که بتونم برم اون بالا، از همین پایین فیلم میگیرم. حالا بریم ببینیم که راهش چجوری. راه دیگه ای نداره، اون رمپ هم تا یه جاییه، من فهم میکردم تا انتها باشه، باید از همینجا رفت. آره باید همینجوری رفت. دیگه ما نتونستیم بریم اون بالا، خیلی دیگه ارتفاع داشت و همینجا هم کرج گردیمون به پایان میرسه. فعلا خدا نگهدار.